مرکز مطبوعات وزارت کره داخلی تاجیکستان در شماره نوبتی برنامه اخبار وزارت کره داخله از آشکار شدن یک حالت غیر عادی فریب شهروندان خبر داد. بنا به این گزارش که شوم دوم مای سال 2023 نشر شد، شهروند کریموف انس اسلاموویچ سال تولدش 1990 ساکن نویه تیمور ملک ولایت قتلان در شبکه اجتماعی ادنکلاسنی که با نام زنانه منیژه کمالوا صحیفه باز کرده با جوانان جنسشون مرد شناسوی برقرار میکرد و در پی به دست آوردن عکس و دیگر معلومات محرمانه درباره حیات شخصی آنها به تماجوی دست میزد. اکثر قربانیان تماجوی های این منیژه مهاجران تاجیک در روسیه بودند. خود منیژه کمالوا در گزارش نشر شده اعمال خود را چنین نقل کرد. در شبکه اجتماعی ادنکلاسنی که به نام منیژه کمالوا صحیفه دارند، برای فریب خود را دختر گرفته از مردمی که در غریبی اند و به من می نوشتند سو می کندم. اونهایی که پول نمی دودند به نومشان در ادنکلاسنی که صحیفه می کشودم و یا گلوبوی می نوشتم از نومشان. بعد به اونها زنگ می زدم و می گفتم که 500 روبل یا 1000 یا 2000 روبل به کارت من گذرونید. من این صحیفه به نام شما رو پاک می کنم. وزارت کره داخله گفت کردار نوجوان مردانه انس کریموف در اساس مراجعت شهروندان جور دیده از جانب کارمندان شعبه مبارزه با جنایت های متشکلانه ولایت قتلان آشکار کرده شده، به ضد او پرونده جنایتی گشوده شده است و این ساکن تیمور ملک اکنون بر اساس ماده 250 کدش جنایتی تاجیکستان برای تماجویی با تعدید نشر معلومات بی‌آبرو کننده همچون جزا از 5 تا 10 سال زندان تعدید میکند. ولی از همه جزای سخت برای او لقب منیژه است که دیگر یک عمر خود را از این داغ ننگین تازه کرده نمیتواند.